هفتم ژانویه یک شنبه بزرگ، هفته دی، روز زن هم بود، یاد روز آزادی زن بود، در تمام جهان رفتند و تظاهرات کردند و از اون ملت سرحشور سپاسگزاری کردند، از اون ملت سرحشور قدردانی کردند، گفتند ملت متشکریم، ما ملت سپاسگزارت هستیم که چنین شجاعانه و قهرمانانه اومدی در میدان و از ما و برای ما آزادی رو فریاد کردی. این فراخوان هفته دی هم بود، هفته دی و این دختر خانومی که جهانی شد، با روسری خودش رو گرفت و جهانی شد. ذکاوت آریایی این گونه است، یکی میخواد جهانی بشه جهانی میشه. همه جا تظاهرات بود، از جمله در پاریس، در برابر برج ایفل، در برابر برج ایفل روز یک شنبه تظاهرات بود. همیانان گرامی مهربانی بسیار 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 آمدن. ما گفتم که فیلم از همه نگیرم، چون خیلی اومده بودن برای اینکه شناسایی نشن، بعد میرن ایران و اینها. و این دختر خانم امروز در موردش می‌خوام صحبت کنم، لیلا خانم ایریانا پهلوی است، فرزند دکتر علیرضا پهلوی. هفته پیشم سال روزش بود. آره عزیزان، من جلو برج ایفل شاهد برگزاری یک تظاهرات بسیار بزرگ بودیم، مثل همه جای دیگه جهان که مردم و هموطنان عزیزمون شرکت کردن. عکس رضا شاه بزرگ اونجا بود. رضا شاه روحت شاد شعاری بود که ملت ایران داده بود. این مرد بزرگ، من چقدر خوشحال شدم وقتی که دیدم این شعار رضا شاه بزرگ رو اونجا دارن مردم میدن. خیلی از این قضیه شاد شدم، واقعا شاد شدم که مردم ایران در چنین سرحشوری و دلاوری بزرگی در داخل ایران پس از سالها یاد کردند از رضا شاه بزرگ، این معمار ایران نوین، کسی که ایران نوین رو ساخت، ایران جدید رو ساخت و کسی که جانش رو در این راه گذاشت و رفت. عزیز من با ما باشین، امروز میخوام مسئله خیلی مهمی رو با آقایتون برسونم. این مسئله بسیار مهم اون این بود که میدونین چی بود مسئله بسیار مهم؟ مسئله بسیار مهم این بود که یادروز دکتر علیرضا پهلوی بود. دکتر علیرضا پهلوی عزیزم هفتمین سالگرد جانبازیش بود. شهبانوی عزیزم یک پیام خیلی خوب در این رابطه داد که من سپاسگزارش هستم و دستان گرمش رو میبوسم از راه دور و برایش آرزوی تندرستی میکنم، که این پیام تاریخی و بسیار قشنگ رو داد. و برادرم آقای گلیپور در شهر بن آلمان مثل هر سال برنامه رو برگزار کرد که دوستان عزیزی بسیاری شرکت کردن به یاد دکتر علیرضا پهلوی. و ما امروز گوش میکنیم به پیامی که شهبانوی عزیز در این برای این مراسم، شهبانو پیام رو برای این مراسم داد. گوش کنید. من خیلی از این پیام شهبانو حال کردم امسال در هفتمین سالگرد جانبازی دکتر علیرضا پهلوی. شهبانو پیامی که دادن واقعا تاریخی است، من ازشون سپاسگزار هستم و واقعا دستانشو میبوسم شهبانو عزیزمو. در این پیام شهبانو، یادتون نره، به دو نکته بسیار مهم اشاره کردم. یکی این که جاودان شدن علیرضا پهلوی، جاودان شدن فرزند عزیزم شاپور علیرضا پهلوی، و دیگری جان باختگی و جان بازی. یعنی چی؟ یعنی شهادت، یعنی جان را برای میهن و آزادی دادن. پس از هفت سال شهبانوی عزیز جاودان شدن علیرضا پهلوی رو فرمودند و اینکه جان بازی در راه آرمان های انسانی به تاریخ پیوست.
دکتر علیرضا پهلوی، کسی که کشته شد برای آزادی ایران، به من میگفت من میخوام چکمه های رضا شاه رو بپوشم، همچنان که لیلا پهلوی به من گفت من سیاوش اوستا، اگر این بار خاتمی را توی صندوق در بیارن من جاندار که ایران میشم. لیلا گفت اینو چند روز قبل، پاریس بود، بعد رفت لندن، درست شبی که اعلام کردن که این دلقک محمد خاتمی رئیس جمهور شد برای دومین بار، همون شب کسی که هفته پیش در پاریس به من و دیگه چند تا دوستان نزدیک در این رستوران پشت دفتر من شام میخورد گفته بود که اگر خاتمی رو دوباره در بیارن من ژاندارک ایران میشم، هر چه دارم میذارم برای آزادی ایران، کشتنش. لیلا رو کشتن، پرنسس لیلا پهلوی، و دکتر علیرضا پهلوی رو هم کشتن. اما لیلا زنده است در کالبد تمامی زنان آزاده ایران، و به ویژه در ایریانا لیلا پهلوی عکس قشنگش دیدید با پرچم ایران. و علیرضا پهلوی زنده است در ذهن همه اندیشمندان و خردمندان جهان آریایی که در سراسر جهان برای آزادی ایران تلاش میکنن. کسی که میخواست چکمه رضا شاه رو بپوشه امروز شاهد بود که در سرتاسر کشور مردم درود میفرستادن به روان رضا شاه برای نخستین بار و میگفتن رضا شاه روحت شاد. خامنه ای و کل نظامش بدونن این پلیدان که پایان کار است، دیگه چیزی براتون نمونده. این بار این مردم سلحشور و دلیر آبادان تا مسیر نوینی رو در تاریخ ایران آریایی بزرگ بکشایند.